سلام دارم خدمت شما عزیزان. خیلی خوشحال هستم که امروز در خدمت شما هستم و همونطور که آقای درستکار گفتن قرار گزارشی جامعه شناسانه از وضع امروز انسان بدیم. یکی دو نکته رو بذارید ابتدا به ساکن بگم و اون این که خب وقتی که با من تماس گرفتن بیام در مورد این موضوع صحبت کنم یه مقداری برام سوال بود که حالا بانک چه بحثی داره یا چه دخلی داره به معنای زندگی. بعد که توضیحات ایشون رو شنیدم مشکلم برطرف نشد، بلکه مشکلم تو هم بیشتر شد. و اینکه حالا من قراره مثلا به عزیزانی که در حوزه نظام مالی کشور مشغول به کار هستن قراره چی بگم. خب امروز صبح هم با ایشون صحبت کردیم و یه گزارشی هم از جلسات پیش به من دادن و امیدوارم که تونیم با همدیگه یک ارتباطی اول برقرار کنیم، چون من هر چقدر فکر میکنم و حتما شما هم به این اندیشیدید، با این وجه شدید، در روز یا در هفته تلویزیون رو باز کنید، رادیو رو باز کنید، روزنامه ها رو بهش توجه کنید، همه در حال صحبت کردن هستن، ولی چرا این صحبت ها و سخنان بر روی وجود ما، بر روی هستی ما، بر روی بودن ما تأثیر نمیذاره؟ یا اگرم تأثیر میذاره معمولا یک تأثیر منفی میذاره یا یک احساس فاصله بین ما ایجاد میکنه. شاید یکی از دلایلش این باشه که شکاف بین نظر و عمل رو بسیاری از ماها در زندگیمون تجربه میکنیم، هم در زندگی شخصی خودمون و هم در زندگی جمعی خودمون. یکی از بحث‌هایی که در حوزه جامعه شناسی خیلی مطرح میشه اون اینه که آیا اصلا این چیزی که ما بهش میگیم مشکلات شخصی واقعا مشکلات شخصی ماست؟ مثلا اگر کسی در خانواده مثلا با همسرش مشکل داره، یا اگر در خانواده پسرش مثلا در درسهاش یا دخترش در درسهاش مشکل داره، یا اگر دخل و خرج زندگیش با هم نمیخونه، یا اگر بسیاری از مسائل و بسیاری از دغدغه هایی که فکر میکنه دغدغه های فقط شخصی خودشه، اینها صرفاً مسائل و مشکلات فردیه یا نه اینها بخشی از مشکلات ساختاری و اجتماعیه. به عنوان مثال فردی به نام سی رایت میلز هست از جامعه شناسان امریکایی، یه نکته خیلی جالبی رو میگه. میگه اگه شما صبح از خانه آمدید بیرون و مثلا در فروشگاهی که خرید میکنید، سوپرمارکتی که خرید میکنید، فردی به شما گفت که پسرم امروز از کار برکنار شد، مثلا در شرکتی کار میکرد و به دلایلی از کار برکنار شد، خب شما اونجا یه ابراز تأسف میکنید، میگه خب این یه مشکلی داشته حتما از کار برکنار شد. میگه میای میری مثلا به عنوان مثال سر کار، یه دفعه مادرت زنگ میزنه میگه پسر عموتم توی شرکت شیلات که کار میکرد به دلایلی از کار برکنار شد. میگه تا عصر یه دفعه شما نگاه میکنی 50-60 نفر با شما تماس میگیرن، تو روزنامه یه دفعه میخونی که به عنوان مثال 200 نفر 2000 نفر به دلایلی تعدیل شدن و از کار برکنار شدن. میگه اون مشکله، اون فرد نخستی که با شما صحبت کرد یا دومی یا سومی وقتی یه مشکلی رو به شما گفت، شاید اینها مشکل فردی باشه، بتونی بگی حالا شخصا یه مشکلی داشت،
ولی وقتی توی یه جامعه 2000 نفر از کار برکنار شدن یا رشد به عنوان مثال اشتغال دائم در حال نزول باشه، این رو دیگه شما نمیتونی بگی یه مشکل شخصیه، یه مشکل فردیه، بلکه یک مشکل عمومیه، یه سوشال پرابلمه. برای اینکه ما بتوانیم مواجهه پیدا بکنیم با مشکلات عمومی، راهکارهای شخصی نمیتونه جواب بده. اگر در جامعه ای ما با یک وضعیتی مواجه میشیم که در اون خیر جمعی کم میشه، کاهش پیدا میکنه و سود و انتفاع فردی انگیزه و محرکه افراد میشه، این نشون میده بین ساختارها و در ساخت اجتماعی یه جایی کار داره لنگ میزنه. یعنی شما به این نتیجه میرسی که مثلا شاید خیلیاتون هم شنیده باشی در خونه مادر، پدر، همسر، رفیق، دوست، آشنا که آقا ولش کن، کلیم خودتو بعد از آب بکشی بیرون. آیا انسانی که در جامعه زندگی میکنه یا جامعه ای که با این تفکر پیش میخواد بره میتواند روی سعادت جمعی ببینه؟ میتواند به عنوان مثال روی رستگاری ببینه؟ آیا انسانها در چنین جامعه ای میتوانند انسانهای سالمی باشند؟ آیا میشه در جامعه ای زندگی کرد که افراد دائم به فکر این باشند که گلیم خودشون و خانوادهشون از آب بیرون بکشند، ولی بعد انتظار داشته باشن که در اون جامعه خیر جمعی، مصلحت عمومی، منافع عمومی، خیر عمومی رشد بکنه؟ یه همچین چیزی تقریبا غیر ممکنه. در جامعه‌ای که نهادهاش تضعیف میشه، ساختارهاش تضعیف میشه، در اون جامعه شما نمیتوانی رشد بکنی. ممکنه افرادی رو ببینید که مثلا ثروتمند میشن، افرادی رو ببینید که مثلا به مدارج بالا میرسن، ولی هیچ وقت این نمیتونه سرریز بشه و جامعه رو رشد بده. کدوم جامعه جامعه مطلوبیه؟ یا اگر بخوایم به عنوان مثال در همین خانواده ای که شما هستید به نام مثلا بانک، به عنوان یک نهاد، به عنوان یک ساختار اجتماعی، چگونه سازمانی میتونه سازمان خوبی باشه؟ علامه جعفری یک جمله ای داره، میگه که جامعه ای، سازمانی، نهادی میتواند موفق باشه یا معقول باشه. معقول به معنای این که بتواند ما رو به رشد و تعالی برسونه، هم به صورت فردی و هم به صورت جمعی. که وقتی انسان وارد اون سازمان یا وارد اون مجموعه میشه، به جای این که حس بکنه که شخصیتش خورد شده یا شخصیتش نابود شده، تخفیف پیدا کرده، در اون احساس کس بودن بکنه. جملهش اینه، میگه که در سازمان یا در جامعه معقوله که در اون چیزها تبدیل به کسها میشه، نه اینکه کسها تبدیل به چیزها بشه. شما معمولا ممکنه در مراوداتتون، در مناسباتتون، در ارتباطاتون، حالا چه ارتباطات فردی، چه ارتباطات سازمانی، چه ارتباطات عاطفی، اگر دقیق بشید میبینید در اون ارتباطات یا در اون مناسبات احساس بهجت میکنید، احساس خوب دارید، احساس رشد میکنید، که فکر میکنید اون طرف شما یا اون سازمان یا اون جامعه به شما احساس شخصیت بودن رو میده. وقتی وارد یک رابطه ای میشید که احساس میکنید در اون رابطه دائم شما تبدیل به یک ابزاری شدی، بعد از یه مدت از اون رابطه احساس انزجار پیدا میکنید، از خودتون منزجر میشید و از اینکه دیگری شما رو تبدیل به یک شی کرده یا در اون مناسبات تبدیل به یک ابژه شدید احساس بیزاری میکنید. چرا؟ چون انسان ذاتاً موجودی کمالجوه، انسان ذاتاً موجودیه که دائم به دنبال اینه که از حالت انقباض به حالت انبساط برسه، تلاش میکنه که امروزش از دیروزش بهتر باشه یا بالاتر باشه. ولی وقتی در یک سازمانی، در یک رابطه‌ای، در یک جامعه‌ای
قرار میگیره که در سطوح مختلف دائم احساس عقب افتادگی میکنه یا دائم احساس تنزل میکنه، در اون مناسبات، در اون وضع، در اون وضعیت احساس بهجت درونی، احساس آرامش، احساس انبساط بهش دست نمیده. پس اگر ما میخوایم سازمانی یا جامعه‌ای یا رابطه‌ای داشته باشیم که در اون احساس رشد بکنیم، احساس خود شکوفایی بکنیم، رابطه و نسبت‌ها باید نسبت سوژه با سوژه باشه یا نسبت یک انسان به یک انسان باشه، نه انسان با یک ابژه. شما هر کجا تحمیل وجود داشته باشه، به انسان اجبار وجود داشته باشه، احساس انسانوارگی نخواهید کرد. شاید زیباترین چیزها یا زیباترین حالات رو هم اگر به شما به صورت تحمیلی بخوان حقنه کنن، زیباییش از بین میره. یکی از نکات بسیار جالبی که به نظر من در قرآن وجود داره ولی کمتر در جامعه ما بهش توجه میشه، این آیه ایه که میگه لا اکراه فی الدین. دین از مقوله اکراه نیست. هر کجا دین از مقوله اکراه و اجبار میشه، احساس بهجت به انسان دست نمیده، احساس خودشکوفایی به انسان دست نمیده. شما نمیتونی زورکی از یکی بخوای شما رو دوست داشته باشه. به زور شما نمیتونی یکی رو دوست داشته باشی. دین هم همینطوره. دین هم از مقوله عشقه، از مقوله محبته. در هر مناسباتی، در هر ارتباطی که انسان احساس اکراه بکنه، احساس اجبار بکنه، در اون رشد و تعالی وجود نخواهد داشت. آبراهام مازلو یک جمله ای داره، میگه انسان wonderful possibilities، امکانهای شگفت انگیزه، امکانهایی که این امکانها با اجبار رخ نمیده، باید یک محرک درونی باشه، باید یک انگیزه درونی باشه که انسان بتونه اون امکانهای شگفت انگیز خودش رو شکوفا بکنه. آقای درستکار به من گفتن یک گزارشی از وضع انسان امروز بدیم. خب از وضع انسان امروز واقعا گزارش دادن به معنای دقیق کلمه شاید خیلی مشکل باشه، ولی یه شمایی رو شاید آدم بتونه ارائه بده و در خلال اون شما ما بتوانیم یه همزبانی هم پیدا بکنیم. ببینید تقریبا اون چیزی که ما بهش میگیم عصر جدید، حالا حداقل قبل از ورود و ظهور این پاندمی کرونا، تقریبا حدود 400 سال 300 سال به گفته ای از سالهای 1600 انسان اروپایی توانست اون شکل و اون صورت و اون فهمی که از جهان پیدا کرده بود رو اول در قاره اروپا و بعدم در کل کره زمین این رو بست بده. آسمان ها رو شکافت، فیزیک رو فهمید، ساختار به عنوان مثال بیولوژیک انسان رو درک کرد، صورت بندی کرد، نظام‌های سیاسی رو تغییر داد، نظام‌های اجتماعی رو تغییر داد، وضعیت ارتباطات انسان رو تغییر داد. تقریبا در این 300-400 ساله بسیاری از تغییرات و تحولات به گونه‌ای از غرب جهان شکل گرفت و بعد بس پیدا کرد به بقیه نقاط جهان. با تمامی این احوال مثلا علوم بسیاری، دیسیپلین های گوناگونی، نه اینکه نبود، قبلا هیچی نبود، مثلا مزرعه چی میگن زمین لمیزرعی بود، نه، ولی اینکه سیستم های فکری جدید، ساختارهای جدید علمی، ساختارهای جدید دانش رو و نظام های جدید زندگی رو به انواع گوناگون بس داد و توسعه داد. و اگر از انسان امروز مثلا بپرسی ماده چیست، دانشمندان بهش میگن چیه، چگونه میشه انرژی رو کنترل کرد، اون رو به خدمت خود در آورد، به کهکشان ها سفر کرد، از کهکشان های دیگه به انسان گزارش بدن،
خیلی از مسائل رو به نظر میاد انسان امروز توانسته حداقل دانشی یا بهره ای از دانش داشته باشه، ولی یه نکته هنوز انسان امروز رو درگیر خودش کرد. و شاید خیلی جالب باشه اگر به این توجه بکنیم که بین سالهای 1850 تا به امروز صنعت داروسازی چقدر بست و توسعه پیدا کرده و مشخصا بخشی که مربوط به مغز و روح و روان آدم میشه، یعنی نامهای بیماریهای روانی که انسان در این 150 ساله هم پیدا کرده هم به گونه برساختش کرده، یعنی اگه نبودم درستش کرده، و شیوه زیست ما، شیوه زندگی انسان امروز به انواع گوناگون تولید بیماری های روانی بسیار 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 عمیقی رو ایجاد کرده و برای اینکه اونها رو بتوانن التیام بدن یا بتوانن کنترلش بکنن داروهای بسیاری رو درست کردن این صنعت داروسازی. این نشان از چیه؟ چرا صنعت روانپزشکی، صنعت روانکاوی، صنعت روانشناسی، رواندرمانی اینها به این وسعت که در تاریخ بشر سابقه نداشته رشد کرده؟ این نشان از این داره که انسان امروز در جایی که قرار گرفته احساس آرامش نمی کنه، تطمئن قلوب نداره، قلبش در یک وضعیت اطمینان بخشی نیست. ساختمان‌های بزرگ درست کرده، برج‌های بسیار زیبا درست کرده، قصرهای بسیار باشکوه درست کرده، اقتصاد و نظام سرمایه‌داری بسیار بزرگی رو شکل داده، ولی در درون اینها که انه چراغی روشن نیست، کورمال کورمال به پیش میره. چرا انسان در این وضعیته؟ یکی از بزرگترین پرسش‌های امروز در حوزه جامعه شناسی و در حوزه فلسفه و در حوزه الهیات اینه که کجا هستیم؟ کی هستیم؟ چی کار داریم می‌کنیم؟ چگونه می‌توانیم با هم دیگر زندگی کنیم؟ یکی از بزرگترین پرسش‌هایی که در پس جنگ جهانی دوم مطرح شد و اساساً شکل داد به آن چیزی که ما بهش میگیم United Nations، سازمان ملل، این بود که ما آدم‌ها، ما کشورهای مختلف چگونه با هم دیگه باید زندگی بکنیم؟ آیا راهی غیر از این که همدیگر رو بکشیم، قتل و عام بکنیم، جنگ داشته باشیم، چه در سطح جهانی، چه در سطح منطقه‌ای، چه در سطح ملی و چه در سطح محله و چه در سطح خرد فردی، چگونه میتوانیم با هم زندگی بکنیم؟ راه زیستن چیست؟ راه زیستن مسالمت آمیز، راه زیستنی که نه فقط نوعی سروایول باشه، نه فقط بتونیم امروزمونو به فردا برسونیم، بلکه بتوانیم زندگی بکنیم که در اون معنا داشته باشه، بهجت داشته باشه، امکانهای وجودی خودمون رو بتوانیم بست بدیم. همگی فکر میکنم با این هرمی که معروف به هرم مازلو آشنا هستید، ولی به گونه دیگه ای میخوام اون رو خوانش بکنم، و اون اینه که آدم ها اولین چیزی رو که بهش نیاز دارن حواس، یعنی اگر هوا رو از اونها بگیرید انسان شاید 2-3 دقیقه بیشتر نتونه زنده باشه. بعد که این نیاز ابتدایی و اول به ذات تأمین شد، انسان میره به سمت اینکه آب و خوراک داشته باشه تا بتونه سد جو بکنه، تا بتونه گرسنگی خودش رو، تشنگی خودش رو بر اون فائق بیاد. بعد که این هم فراهم شد، به دنبال یه مأوا و مسکنی میگرده، بعد به دنبال یه همدمی میگرده. اینها که تازه درست شد، این غایت وجودی انسان نیست. این رو یک فرد مثلا میگم، مثلا آخوندی باشه، روحانی باشه، کشیشی باشه نگفته، یک روانشناسی گفته که در طول مدت
زندگی علمی خودش اتفاقا معتقد به نوعی روانشناسی تجربی بوده و از بزرگان حوزه روانشناسی تجربی بوده. و یه نکته خیلی جالبی رو میگه، میگه که در حوزه روانشناسی عادت بر این بود که ما وقتی میخواستیم بگیم آدم یا انسان چیه، میرفتیم سراغ انسانهایی که خود این ساختار نظام سرمایه‌داری در جامعه کنونی انسان امروز زده، اونو لتوپار کرده. بعد ما میرفتیم اینایی که به انهای گوناگون معلول شده بودن، داغوم شده بودن، لتوپار شده بودن، اونها رو مطالعه میکردیم و میگفتیم آقا مخرج مشترک آدم یا انسان اینه. میگه من آرام آرام به این فکر فرو رفتم که چه اصراریه ما این مخرج مشترک آدمهایی رو بگیریم که اتفاقا ساختارها اونها رو داغوم کردن، نابود کردن. یه روش دیگه ای رو برای مطالعه انسانها پیدا کرد و جالبه حدود فکر میکنم 100 یا 120 از آدمهای موفق رو که به انهای گوناگون در زندگیشون با تمامی مرارتها و سختیها و شدائدی که باش مواجه شده بودن، توانسته بودن به نوعی از برجستگی برسن، به یک وضع مطلوبی برسن. مثلا آینشتین رو یا بسیاری از کسانی که در حوزه‌های مختلف علوم، هنر، ادبیات، نقاشی، حتی ورزش به یک درجه ای از برتری رسیده بودن، اینها رو مورد مطالعه قرار داد و می گفت انسان اتفاقا وقتی این نیازهای اولیش برطرف میشه، تازه اونجاست که آدمیت و دغدغه آدم بودنش تازه شکل میگیره، تازه میاد به این فکر میکنه که خب حالا من قراره چیکار بکنم، که اسم اونها رو میذاره Transcendent Values، ارزش ها یا اون ساحت متعالی. میگه اتفاقا آدم وقتی دغدغه، مثلا میگم دغدغه مسکن نداشت، دغدغه آب نداشت، دغدغه نون نداشت، دغدغه زندگی روزمرهشون نداشت، تازه میتونه مثلا بشینه یه بیت شعر بخونه، بعد بگه مثلا حافظ چرا اینو گفت، یا بیاد مثلا عمر خیام رو مثلا بخونه، یا بیاد به عنوان مثلا رمان برادران کارامازوف مثلا داستایفسکی رو بخونه، بیاد مثلا به این چیزها بیاندیشه. انسان اتفاقا زمانی که از نیازهای اولیش فارغ میشه، و اتفاقا مازلو میگه باید فارغ بشه تا بتواند به امر متعالی برسه، به خودش بپردازه، تلاش بکنه که به مسئله خودشکوفایی بپردازه. حالا شما از این منظر نگاه بکنید، سیاستگذاری ها و سیاست هایی که در جوامع انسانی به سمتی سوق داده میشن که انسان دائما دغدغه نیازهای اولیه‌شو داشته باشه، دائما به دنبال این باشه که زندگی روزمرهش رو به گونه‌ای مدیریت بکنه تا بتونه به فرداش برسه. این نوع جوامعی هستن که انسان رو از این که به کس برسن، به ساحت شخصیت برسن، دارای یک تبلور وجودی داشته باشن، از این محروم میکنه. و مناسباتی که چه در سازمان باشه، چه در جامعه به صورت کلان باشه، مناسباتی که انسان رو از پرداختن به تبلور وجودی خودش باز می‌داره، این نوع مناسبات مناسبات معقول نیست، مناسباتیه که انسان رو از انسانیتش به دور می‌کنه. پس بزرگترین چیزی که، یا بزرگترین نکته‌ای که فلسفه امروز، جامعه شناسی امروز، علوم انسانی به معنای عام کلمه دغدغه پیدا کرده، اینه که حالا در این ساختار کلان این انسان قراره کجا باشه، چی کار میخواد بکنه، چگونه باید زندگی بکنه،
به کجا باید بپردازه، چه عواملی باعث میشه که انسانیت انسان متبلور نشه. کدام وضع یا کدام سوشیال اوردر، نظام اجتماعیه که میتونه انسان رو احیا بکنه؟ آیا مناسباتی که به سمت این میره که انسان رو دائم در حالت ابژواره، در حالت ابزارگونه قرار بده، آیا این نوع مناسبات یا این نوع نظام ها یا این نوع سازمان ها قادر هستن انسان رو احیا بکنن و حتی بهره‌وری او رو بالا ببرن؟ یا نه، مناسباتی باید شکل بگیره که در اونها، در اون مناسبات انسان بتواند رشد بکنه، به تعالی برسه. جالبه که اگه بخوایم یه نکته جامعه شناختی بگیم در مورد اینکه انسان چیست، بسیاری از اشیا و بسیاری از مخلوقات یا وجودها یا اشیایی که در پیرامون انسان، در پیرامون ما هستن، زمانی رشد میکنن که در خودشون فرو میرن. تنها موجودی که میتواند رشد بکنه و اگر بخواد رشد بکنه به حالت، از حالت انقباض در بیاد، در حالت انبساط و در حالت خودشکوفایی قرار بگیره، در خود اگر فرو بره رشد نمیکنه، انسانه که در نسبت با دیگری رشد میکنه. اساساً اجتماع رو یا جامعه رو کسانی که در حوزه سیمبولیک اینتراکشنیسم میگن یا کنش ارتباطی، یه لحظه، کنش سمبولیک ارتباطی در یک سنتی در حوزه جامعه شناسی میگن که به جای اینکه ما بیایم این ساختارهای کلان رو بشناسیم و ببینیم که بر اساس حالا مثلا نظام‌های اقتصادی، نظام‌های سیاسی نوع انسان رو مشخص بکنیم و بگیم جامعه چگونه شکل میگیره، جامعه در ارتباط افراد با هم شکل میگیره، در همین گفتگوها، در همین تعاملات فردیه که شکل میگیره. در ادبیات خود ما هم هست، مثلا وقتی یه سخن خوبی به یه کسی بگی ممکنه اون رو احیا بکنی، اگه یک سخن بد بگی، یک کلام مثلا زشتی بگی، ممکنه بر روی او تأثیر منفی بذاره و در مناسبات شما یک وضعیت سلبی ایجاد بکنه. انسان‌ها زمانی رشد میکنن که در نسبت با دیگری قرار میگیرن. حالا این نسبت کدوم نسبت هاست یا کدوم مناسباته که میتواند انسان رو که در نسبت با دیگری رشد میکنه، اون رو در وضعیت مناسب و معقول قرار بده؟ اگر به عنوان مثال میگم، رابطه معلم با دانش آموزان رو در نظر بگیرید، رابطه کارفرما با کارمند رو در نظر بگیرید، رابطه استاد با دانشجو، رابطه حاکم با محکوم، رابطه قاضی نمیدونم مثلا با کسی که قرار در موردش قضاوت بشه، اگه در این ارتباطات احساس محبت، احساس مهربانی، احساس لطافت، احساس ارج نهادگی نباشه، آیا اون نسبت ها میتونه نسبت های رشد دهنده و تعالی دهنده باشه؟ حدیثی هست از امام حسین علیه السلام با این عنوان که الانسانو عبید الاحسان، اگه بخوایم به زبان خیلی ساده فارسی ترجمهش کنیم، من اینجوری ترجمهش کردم که انسان کشته مرده احسان و محبته. یعنی شما وقتی به یکی محبت کنی یا از یکی محبت بیشاعبه میبینی، کشته مرده این هستی. اونجاست که انسان احیا میشه، چه در مناسبات فردی، چه در مناسبات سازمانی. وقتی ما میبینیم رئیس سازمان یا
مدیر سازمان یا مدیر جامعه یا مدیر مدرسه یا مدیر خانواده احساس مسئولیت میکنه نسبت به دیگری، از خورد و خوراک و پوشاک و وضع زندگی و وضع معنوی و احساس مسئولیت میکنه و تلاش میکنه با نگاه احسان به اون نگاه بکنه، نه نگاه تحقیرآمیز، نه نگاه از بالا به پایین. اونجاست که انسان میتونه یک علقه ایجاد بشه در نسبت با دیگری، میتونه ایجاد علقه و علاقه بکنه. همه تون فکر میکنم این شعر سعدی رو یا این داستان سعدی رو شنیدید که سعدی میگه که یه روزی یه کسی، یک حالا برهی، بزغالهی، یک حیوانی رو با خودش به این سو و اون سو میبرد و یه زنجیری هم بر گردن او نهاده بود. یه رندی نگاه میکنه میگه که، مثلا میخنده میگه که تو فکر میکنی که این بزغاله یا این بره که به دنبال تو داره میاد این تو رو دوست داره یا به خاطر محبتی که دنبالت میاد؟ سعدی میگه من اینجوری فکر میکردم، اینطور نیست. میگه نه آقا، این زنجیر به این گندگی رو بستی، داری گردنشو میکشی این ورانور داره با تو میاد. میگه باش، اون زنجیر رو باز میکنه، میگه به چپ و راست رفتن آغاز کرد، به چپ رفت بره اومد، به راست رفت، هر طرف رفت دید اومد. گفت عزیز من، این زنجیره نیست که اینو میکشه، این محبت و علاقه است. در بین انسان‌ها، یعنی آن چیزی که به نظر من جامعه رو یا اون نظام اجتماعی رو نظام مطلوب میکنه، اینه که انسان‌ها یا سازمانی رو سازمان مطلوبی میکنه، اینکه انسان‌ها حس علاقه و حس محبت و الفت بینشون ایجاد بشه. حالا چگونه میشه الفت بین انسان‌ها ایجاد کرد؟ چگونه میشه احساس محبت در یک سازمانی ایجاد کرد؟ معمولا سازمان ها به صورت هایرارکیکال هن دیگه، سلسله مراتبه. هر چقدر ما بتوانیم در سازمان هامون، در رابطه هامون، در جامعه هامون این حس رو ایجاد بکنیم که تو مهمی، تو به عنوان یک فرد مهمی، نه فقط به عنوان یه ابزار تو این ساختار و ساختمان، تو واقعا ایریپلیسیبل هستی، تو واقعا غیر جایگزین پذیری، یعنی تویی که اینجا وایستادی، تو این پست وایستادی، تو این جا ایستادی، به عنوان همسر من هستی، به عنوان فرزند من هستی، به عنوان کارمند هستی، به عنوان سرباز هستی، به عنوان نمیدونم سرهنگ هستی، به هر عنوانی تو مهمی. انسان نیازمند اینه که این حس مهم بودن رو داشته باشه، این حس اهمیت دادگی به او رو حس بکنه. ولی چیزی که متاسفانه امروز در سازمان‌های ما دیده میشه، در سازمان‌های اجتماعی ما دیده میشه و بعضن هم سرریز میشه در ساختارهای یا در ساحت‌های خانوادگی و عاطفی ما، چون بالاخره حداقل اگه اشتباه نکنم روزی 7-8 ساعت 9 ساعت شما باید اینجا باشید، 8 ساعت 9 ساعت وقتی اینجا هستی، هر اتفاق ناگوار یا بدی که اینجا میفته به یه گونه ای شما این رو با خودتون به منزل هم میبرید، به خانوادتون هم میبرید و اونجا هم میتونه تو روابط شما تأثیر بذاره. اون چیزی که به نظر من در سازمانهای ما دیده نمیشه یا کمتر بهش التفات میشه، چه سازمانهای دولتی چه سازمانهای غیر دولتی بر اساس تجربیاتی که من دیدم، اینه که اون سلسله مراتبی که شکل گرفته به جای اینکه سلسله مراتبی باشه برای ارتقاء سازمان و افراد سازمان، به مثابه اهرم‌ها و ابزارهای برای اعمال قدرت، نه برای احیای انسان و برای شکوفایی سازمان.
شما همین نگاه رو حتی میتونید در ساختارهای سیاسی اجتماعی جوامع کنونی ببینید. قدرت فی نفسه، همون جوری که فوکو میگه، قدرت فی نفسه چیز بدی نیست. قدرت زمانی احساس بد بودن رو، احساس سلبی بودن رو به ما منتقل میکنه که ما میبینیم قدرت اهرمیست، ابزاریست برای این که من رو در وضعیت شیوارگی یا منقادگونه بودن قرار بده و من نتوانم آن چیزی رو که حس میکنم یا آن چیزی رو که درک میکنم یا آن چیزی رو که میبینم رو بیان بکنم و حتی اجازه انتقاد هم نداشته باشم یا اجازه ظهور و بروز نارضایتی خودم رو نتونم بدم و دائم در حال سرکوب باورهای خودم، سرکوب دریافتهای خودم، سرکوب احساسات خودم، سرکوب مطالبات خودم باشم. ولی وقتی قدرت در خدمت احیای انسان قرار میگیره یا قدرت در خدمت احیای سازمان قرار میگیره و بعد تمامی افراد از مواهب سازمان، از مواهب جامعه و از مواهب منافع و منابع و ثروت‌های جامعه مستفیض میشن، استفاده میکنن، بهره مند میشن، اون احساس مطلوب یا احساس معقول در وجود تک تک افراد جامعه یا تک تک افراد سازمان شکل میگیره. شما تصور بکنید یک خانواده ای رو که مثلا پدر خانواده درآمدها رو فقط برای خودش خرج بکنه یا برای زیست خودش یا هوس‌های خودش یا خواسته ها و امیال خودش خرج بکنه و دائم خانواده خودش رو در حالت فقر و وفاقه قرار بده، خب معلومه اون خانواده رشد نمی‌کنه. معلومه در اون خانواده احساس محرومیت، احساس انزجار، احساس بد شکل می‌گیره و اون خانواده بعد از یه مدت می‌پاشه. کدوم نظام‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی می‌توانن رشد بکنن؟ اون‌هایی که انسجام و به هم پیوستگی بیشتری ایجاد میکنن و الفت در بین اونها شکل میگیره. من فکر میکنم برای حداقل جلسه اول تا همین قدر کفایت میکنه. شما را هم خسته نکنم. اگر سوالی، پرسشی باشه من در خدمتتون هستم.